همکارم اشکان صفائی. اشکان، تازه ترین ها رو از صحبت های سخنگوی ارتش رو شنیدیم، از آخرین تحولات و تحلیل ها درباره واکنش احتمالی اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی بگو. بله، خب دقایقی پیش شبکه تلویزیونی CNN گزارشی منتشر کرد به نقل از منابع اسرائیلی، گفت که کابینه جنگ اسرائیل امروز هم دوباره تا ساعتی دیگه تشکیل جلسه خواهد داد تا درباره واکنش این کشور به حمله 3 روز پیش جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. باید گفت این پنجمین جلسه کابینه جنگ اسرائیل خواهد بود از زمان لحظه‌ای که در واقع حمله جمهوری اسلامی آغاز شد. همون شب کابینه جنگ تشکیل جلسه داد و بعدش 3 جلسه دیگه هم داشته، اما هنوز نتونسته نتیجه نهایی رو بگیره درباره اینکه زمان حمله کی باشه و نوع حمله چه باشه. این در حالی هست که خب ارتش اسرائیل میگه که تمام گزینه هایی که میتونسته رو آماده کرده و در اختیار دولت هست احتمالاً الان این گزینه ها، و این دولت هست که باید تصمیم بگیره. اینکه چرا تا الان تصمیم به تعویق افتاده، شاید بشه این رو در صحبت های که نتانیاهو به اعضای حزب لیکود، به وزیران کابینه از حزب لیکود گفته فهمید. او گفته که ما واکنش نشون خواهیم داد به حمله جمهوری اسلامی، اما این واکنش به صورت احساسی نخواهد بود و ما منطقی واکنش نشون خواهیم داد. این رو میشه امروز هم در دقایق گذشته، من رسانه های اسرائیل رو نگاه میکردم، تلویزیون های اسرائیل و برنامه های خبریشون تاکیدشون بر این بود که اسرائیل قصد داره به شکلی واکنش نشون بده که در واقع به یک جنگ منطقه‌ای نکشه. هدف اسرائیل به نظر میاد این هست که از یک طرف واکنش نشون بده به این حمله جمهوری اسلامی، واکنشش اما شدتش به شکلی باشه که از اون طرف دوباره تهران مجبور نشه که واکنشی نشون بده و ما در یک زنجیره واکنش به یک دیگه در واقع گیر بکنیم. ممنونم از تو اشکان، همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما.